بعد از اینکه ما به این نتیجه رسیدیم که عکسهایی که داریم میگیریم واسه تعداد قابل توجهی از دوستان و آشنامون و یا جایی که نشون میدادیم یا نمایشهایی که برگزار میکردیم به تعداد قابل توجهی رسیده فکر کردیم که بهتر اینا رو به صورت کتاب دراریم تصور اولیمون هم این بود که یا تصویر کلی از جایی که این سرزمینی که توی زندگی می به مخاطبمون ارائه بدیم که البته شد همون کتابی که اسمش هم گذاشتیم سرزمین ما ایران و فکر کردیم بعد از این که حالا این کتاب رو در آوردیم حالا میتونیم بخش های مختلفش رو که اون تکسر فرهنگی رو اون تنوع قومی رو نشون میداد اونا رو به تدریج اگه عمری بود و امکانش پیدا کردیم رسلا بس بست بدیم و اونا رو تبدیل به کتاب کنیم که شانس آوردیم و تا حالا زنده موندیم و بخش قابل توجه از اون هدفی که بهش رسیده بودیم متحقق کردیم وقتی از یه قوم صحبت میکنیم در مقایسه با قوم دیگه یعنی که اینا یک چیزای یک ویژگی هایی دارن که اینا رو از اون گروه قومی دیگه متمایز میکنن مثلا میگم از محل زیستشون گرفته تا زبانشون آینها و مراسمشون تا دین و مذهبشون تا طرز لباس پوشیدنشون معماری سکونتگاهاشون نمیدونم تمام این چیزهایی که به هر حال یه قوم را از یه قوم دیگه متمایز میکنه ما تو ایران خوشبختانه این تکسر قومی ره یا این تکسر فرهنگی ره داریم که بعضیا نمیدونن که این یک سرمایه است واسه همین ملت واسه همین سرزمین شما مثلا وقتی کرداره میبینید میبینید که اینا یه لباس های پوشکشون با گروه های قومی دیگه فرق میکنه ترک که ها رو میبینید همینطوری بلوچه ها رو میبینید بینید همینطور بنابراین اکاسی از اینا یعنی که ای همینا رو نشون بده این ویژگی ها همین چیزهایی که در واقع تمایز رو نشون بده تقریبا بلافاصله بعد از خاتمه جنگ این کتاب منتشر شد بعضی انتقاد میکردن که چرا مثلا سفر نفت تو این کتاب نیست به نظر من خیلی راست شبه عجیب اومد من فکرم گفتم این کتاب خبری نیست جنگ یه لحظه گذراست در عمری ملتی یه اتفاقه حالا هر چه قدم که طولانی شده باشه که شد مثلا جنگ هشت ساله بازم در مقابل تاریخ این مملکت تاریخ چند هزار سالش چیزی نیست که یه لحظه ایه. این خبرنگارا نمیدونم گزارشگرای خبری اینا رو اونا نشون میدن من بایستی اون ویژگی های کمابیش پایدار این سرزمین رو که توش زندگی میکردم نشون میدادم یادم از تا میگفتم که نگاه من دارم یا داشتم یا قصد بودی بوده که شناسنامه یک ملتی رو به اسطلاح کنم یه شناسنامه ایره آره اون اونام اونام خیلی مهمی ان، باید گرفته می شدن باید نشون میدادن نشون داده می شدن اما به وسیله کسای دیگه کار من اون نبوده من عکاس خبری نیستم حالا که زمان درازی از شروع کارون می گذره خب اینجا و اونجا میشنم که مثلا بعضیا به من لقب پدر اکاسی نمیدونم قوم نگاری یا قوم نگارانه دادن خب این لقبی که یه دی دادن البته این و... اینم یه واقعیتیه که من روی اقوام اقوام مختلف ایرانی روی این تکثر فرهنگی روی این خرد فرهنگا کار کردم کما بیشم جدی کار کردم من تا مثلا شنیدم که بعضیام که این اه... بخش از کارهای ما رو ندیدن مثلا این عکاس طبیعت حالا من هیچ وقت عکاس طبیعت به معنای خاص کلمه نبودم یعنی در واقع هیچ وقت علاقه یا دست کم علاقه جدی به اینکه از طبیعت صرف عکاسی کنم نداشتم در واقع یک بستری بوده که این انسان ها یا آدم ها روش فعالیت میکردن یا توش فعالیت میکردن موقعی ما روی کردا کار میکردیم مثلا متوجه شدیم که اینا هر ساله عواسط زمستون یک در یک روستای به اسم اورامان تخ یه مراسم برگزار میکنن اسم عروسی پیر شالیار یا جشن پیر شالیار اسمای مختلفی حالا واسهش گذاشتن مثلا متوجه شدیم که این آین یه پیشینه دور و درازی داره خانم وقتی ردیابی کرد اول فکر میکرد که یک چیز بن میترایی داشته باشه بعدها به این نتیجه رسید که قدمتش حتی بیشتر از اینه. خب حالا من به عنوان یه عکاس رفتم این رو عکاسی کنم در همون وهله اول چیزی که به نظرم میرسه پوشاک متفاوت ایناست اما وقتی کار میکنم همش متوجه به سایه زرایفی میشم که اونا رو در همون نگاه اول متوجهش نشده بودم مثلا شما فرض کنید واسه شروع مراسم مثلا گاور قربانی میکنن قربانی کردن گاو همزمان هم با طولو خورشید صورت میگیره خب این یه معنایی داره چرا همزمان با طولو خورشید گاو رو قربانی میکنن و چرا گاو اینا بخشیش روی عکس نشون میده یا عکاس با عکس که میگیره نشون میده بخشیش هم اون کسی که روی این مراسم مطالعه کرده با استفاده از کلمات کلمه توضیح میده خب این فرق میکنه با یه کسی با یه توریستی که اومدن تو نگاه کرده و رفته این فرق اینه البته نا گفته نماند که وقتی ما روی این چیزا کار میکردیم میدیم که اگر هر کدوم این چیزا ره بخوایم خیلی خیلی دنبال کنیم این عمر نوح میخواد و عمر ما کفاف نمیده و یک سطح معینی رو در نظر گرفتیم یعنی میشده یه جاهایی هم امیختر شه اما این اگه قرار بود اما این بیشتر روش کار کنیم ما به چیزای دیگه نمیرسیدیم حال این امیختر دیدن امیختر نگاه کردن زمان میبره شما بایستی وقت بذارید انرژی بذارید تا پیدا کنید توی عکاسی از همین مراسم مراحل مختلف برگزاری مراسم رو که میدیدم متوجه شدم که این آمیخته با مقدار زیادی به اصلا رمز و رازه و همینطور دنبال یه سوژه میگشتم یا موقعیت های میگشتم که هرچی بیشتر این رمز و راز رو در واقع نشون بده که یه جای پید پیدا کردم یه چند تای پیدا کردم و با خصوص در یه عکس یه نفر پشت به من رو به دیگای آش نظری در حالی که رو به دیگای آش نظری وایساده بود و نوری از روبروش میتابید اون چیزی که تو ذهنم داشتم یا دنبال میکردم تو این عکس پیدا کردم یعنی اگه این عکس رو من بخوام واسه شما توصیف کنم قاطعا نباید توصیف کنم من فکر کنم خودش میگه مثلا چهره این آدم من نگرفتم یعنی که قرار نیست شما نگاه کنید به این که مثلا بینی چه شکلیه چه چه چی یعنی توجه شما به این به یه همچی چیزی معطوف شه اون چیزایی که در پس زمینن مثلا دیگر شما اونجوری نیبینید که این یه دیگه آشه دیگه آشه نظریه حتی اون ای که از اجاق زیر این دیگ برخواسته اونم اونقدر نمایشتنده روشن بودگی یک نمیدونم آتشی زیر این دیگ نیست و یا مثلا یک سایه پرهیبی از یه آدم دیگهی تو تاریک روشن یه قسمت دیگه عکس دیده میشه خیلی به نظر سوید که این میتونه اون رمز و رازی که به ذهن من خطور کرده بود نشون بده به همین دلم اومده عکس اومده روی جلد این یه چیزیه که شما وقتی اونجا میچرخید وقتی میپلکید وقتی این تمام این چیزها رو دنبال میکنید و بهش میرسید وقتی فهمیدید که قدمت این بسلا این چقدر اون وقت به این چیزها فکر میکنید این اون چیزیه که توریست نمیتونه ببینه